سلام سلام، سلام بر همگی. سلام آقای دکتر، سلام، چطوری؟ اوکی، حال شما؟ خیلی ممنون. شما چطوری؟ خوبی؟ منم خوبم. گویا پرسپولیس باخته، یکم دیدم بچه ها ناراحتن و اینا، بهم پیام چند نفر دادم. من بازی رو نگاه نمی‌کنم، صبح من چون تقریبا تازه آنلاین شدم. چند باخته؟ هیچ ایده‌ای ندارم. الان بچه ها میتونن ما بگن این زیر بچه ها پرسپولیس باخته، چند باخته. مثل اینکه خیلی بازیه چیز، خیلی همه سعی کردن که لایف ببینن و اینا، هیجان ها بالا بود. ما ولی من خودم ندیدم. 2-1. خب بعدم حالا خیلی هم نزدیک بوده دیگه، ولی واقعا متاسف بچه ها، کسایی که داشتن امیدوار بودن به هر حال ببره و یک شادی نصیب همه بشه، همراه با عادل فردوسی پور. البته بله بله، اصلا فکرم اصلا ماجرام همین بود برای خیلی هم، که مثل که برای خارج نشین هم باید با وی پی ان بحث میشدیم بتونیم ببینیم گزارش عادل. و دیگه اولین بار بود که یکم این وری آمر شدن که مسئله وی پی ان رو فکرم درک بکنن عمقش رو. بچه ها خوشحالم که حداقل از گزارش خیلی لذت برده بودن. من برای اینکه بحث خیلی منحرف نشه، من کامنت ها رو میبندم، میریم سریع سر سوالات. امروز ما میخوایم مبحث تکمیلی سوال هایی که از لایو اول مونی جلو، که خودش فکر میکنم بودن 40 دقیقه اینا طول بکشه. خب آقای دکتر خیلی ممنون. سری قبل در مورد دارو، آزمایش، کلن بیماری هاشیموتو اینا خیلی برامون توضیح دادین. حالا امروز مبحث مهمی که از دفعه پیشمون که خودتون گفتین که این دفعه رو با اون شروع بکنیم، مباحث مربوط بارداری، حالا قبل از باردارشان، کسانی که میخوان اقدام بکنن، طول بارداری، شیردهی و غیره، مسائل مربوط به تیروئید و چه چیزایی رو باید دقت بکنن، چون همونجوری که خب حتما خودتونم کلی از بیماران نگران اومدن که خیلی نگران هوش و این مسائل، مثلا که تیروید نامنظم باعث میشه ممکنه مسائل کم هوشی برای جنین و نوزاد و کودک بیاره. خلاصه همین، بگید که نگران چی؟ من تصویر شما رو ندارم و صدا رو الان. آره، چون اینترنت یه لحظه میره و میاد. حتی این چند روزم یه مقداری اوضاع اینترنت ما خوب نبوده. خب الان سوال با بارداری شروع بکنیم، یعنی بریم سراغ مباحث بله، بارداری بله. و تیروید. بله، عرض به خدمت شما که با سلام خدمت دوستان و خیلی ممنون از کامنت ها و پیام ها. ببینید، بحث تیروید و بارداری، نه تیروید و بارداری، تقریبا هر بیماری یا هر پرابلمی، هر مشکلی با بارداری همیشه یه مداری وسواس بیشتری داره دیگه. هم متخصصین زنان نگرانن، هم ما، هم مادر برای خودش، برای جنین نگرانه. یه مداری به هر حال وسواس ها بیشتره، آزمایش ها بیشتره و یه مداری محتاطانه تر میریم جلو. این نکته اول. نکته دوم اینه که بدونیم توی پزشکی یه قانونی وجود داره و اون اینه: اگر ما درمانی داریم که میدونیم این درمان اصولاً بی عارضه یا کم عارضه است، ولی شواهد مفید بودنش رو نداریم، یعنی شواهد نداریم که مفیده ولی شک داریم نکنه مفید باشه، خب اینجا معمولاً خب عقل سلیم ما به طور مشترک حکم میکنه که ما اون درمان رو انجام بدیم. بنابراین به عنوان پیش‌فرض اینو بگیم که ما در کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید شواهد توی بارداری کم داریم، و به خاطر اینکه نمونه هامون کیسمون به یک معنا کمن، و وقتی شواهد کمه افراد موقعی که جستجو میکنن تو اینترنت یه ذره نگران میشن، به خاطر اینکه موقعی که شواهد کمه نظرها متفاوت میشه، نظر افراد متفاوت میشه. این نگرانی بجاست به خاطر کمبود شواهد، ولی یه چیز یادمون باشه، تو پزشکی به هر حال یه قانون وجود داره که قانون اول ضرر نزنیم، قانون دوم اینه که اگر درمانی داریم که مؤثر میدونیم، شاید مؤثر باشه، ولی این دارو سالم عارضه ای نداره، معمولا ما جانب احتیاط رعایت میکنیم، که تو بارداری هم همینطوره. بیشترین بحث تو بارداری بحث کمکاریه تیروئید هست و پرکاری، بحث گره مثلا سرطان تیروئید اینا کمتر مطرحه. تو کمکاری تیروئید ببینید، ما
سوالی که مطرح اینه که ما کمکاری تیروئید خفیف رو درمان بکنیم یا نه. چون کمکاری شدید تیروئید اصولا درمان میخواد، بحثی هم وجود نداره که ما کمکاری شدید رو باید درمان کنیم. پس میشه کمکاری خفیف. کمکاری خفیف بنا به تعریف آزمایش TSH هست که میتونیم بگیم از حد اکثر رنج نرمالی که براتون تو آزمایشگاه زده حدوداً تا 10 رو میگیریم کمکاری خفیف، یا بعضی وقتا محتاطانه تر میگیم TSH بین 2.5 تا 10، چون رنج نرمالش تا 4 هم هست. بعضی وقتا میگیم بین 2.5 تا 4 یه منطقه خاکستریه، خیلی نمیدونیم بگیم اینجا نرماله یا نه. همیشه تعریف نرمال تو بارداری دعواست، چالنجه که بین 2.5 تا 4 نرمال یا نه. پس کمکاری خفیف میشه TSH بین 2.5 تا 10. اینجا شدیدترین مورد بحث و چالش هستش که ما درمان بکنیم یا نکنیم، و بیشترین کیسی هستش که به پزشکای قدرت و پزشکای زنان مراجعه میکنه برای تصمیم گیری. و همینجا به یک معنا هول نشید. اگر رفتید یه دکتری گفت درمان میخواد، یه دکتری گفت نه درمانم نکنی، طوری نیست، اتفاقی نمیفته، نگید وای الان اتفاقی افتاده من درمان کردم یا درمان نکردم. واقعا شواهد کمی داریم که اینجا درمان نکردن اتفاق بزرگی واسه مادر یا جنین میفته. ولی TSH بین 2.5 تا 10 میشه کمکاری خفیف، که تو این گروه اگر کسی رد پایی از اوتو ایمیونیتی یا خود ایمنی تو زن توی خونش باشه، مثل آنتی تی پی او مثبت که ما توی جلسه قبل گفتیم اگر کسی آنتی تی پی اوش مثبت باشه بنا به تعریف میتونیم بگیم چیه، این هاشیموتوئه. اگر کسی آنتی تی پی اوش مثبت باشه، خیلی بخوام ساده بگم، اگر آنتی تی پی او تو بارداری مثبت باشه و تی اس اچ کسی بالای 2.5 باشه، ما درمان میکنیم به خاطر اینکه جانب احتیاط رو باید رعایت کنیم. اگر آنتی تی پی او مثبت نباشه، این عدد به جای 2.5 شاید برسه به 4.5، میگم بالای 4.5 رو درمان بکنید. و بالای 10 اگر بود اصلا ربطی به بارداری نداره، ربطی به آنتی تی پی او نداره، عموما چیکار میکنیم؟ درمان میکنیم. بنابراین در یک کمکاری خفیف تیروئید اگر آنتی تی پی او مثبت باشه، ما زودتر درمان میکنیم، محتاطانه تریم، زودتر دارو میدیم. اگر آنتی تی پی او منفی باشه، یه مقداری دیرتر. ولی دوزم تاکید میکنم، اگر در طی بارداری تی اس اچ بین 2.5 تا 10 بود، آنتی تی پی اوتون مثبت بود یا منفی بود و پزشکتون درمان کرد، این اشتباه نیست. و اگر آنتی تی پی اوتون منفی بود، گفت مهم نیست، واقعا مهم نیست. ببینید تی اس اچ تا 10 در کسی که آنتی تی پی اوش منفیه اصولا ربطی با هوش بچه نداره، مطالعات نشون میده ارتباطی نداره. یه مقداری شاید فشار خون بارداری رو زیاد کنه و یه مقداری توی زمان زایمان امکان داره یه مقداری زمان زایمان رو زودرس بکنه و یه مقداری گاهی علامت بده خستگی، و تو اونجاها پزشکا معمولا محتاطن درمان بکنن. حالا یه نکته من اینجا بگم تو پرانتز، و اونه چرا نمیگیم همه رو درمان کنیم؟ خب همه رو درمان کنیم، بالای توی سج دونی مگه شک نداریم؟ ما که اول صحبتمون گفتیم که اگر شک داریم محتاطانه هست که اینا رو درمان بکنیم، موارد رو همه رو درمان بکنیم. ببینید یه جمله رو من دوباره تو پرانتز بگم، وقتی میگیم همه رو درمان بکنیم یعنی حجم نمونه خیلی زیادی رو دارو بدیم و حجم نمونه خیلی زیادی رو به طور متناوب و مکرر آزمایش بدیم. و اون جمله کلیدینه، یادمون باشه این سیستم چه درست باشه چه غلط، بودجه سلامت محدوده. وقتی بودجه سلامت محدوده، ما مجبوریم بودجهمون رو بذاریم برای یه جایی که تاثیرپذیریش بیشتره. این فعلا سیستم سرمایه‌داری، چاره‌ای هم نداریم، یعنی نقدش وارده ها. ببین به این سیستم نقد وارده، ما هممون دوست داریم اینقدر پول داشته باشیم که همه رو درمان کنیم. ولی بعضی وقتا میگیم خب حالا که هزینه خیلی میره بالا، اگه بخوایم همه رو درمان بکنیم، همه رو بخوایم آزمایش بدیم، چیکار می‌کنیم؟ اونایی که یه مقداری پرخطرترن تست میدیم و درمان می‌کنیم، و اون بقیه بودجمون رو می‌ذاریم واسه بیماری دیگه. این چالنج اینجا رخ میده. ببینید منم دوست دارم همه رو تشخیص بدم، همه رو تست بدم، همه رو درمان بکنم. بعضی وقتا یه جمله از این جمله رو من بگم، شما برو سراغ بعدی. بعضی وقتا یه جمله است که مریضا میگن که آی دکتر تو ایرادی داره، شما که داری آزمایش میدی، به جای 5 تا آزمایش 30 تا آزمایش بده، من که دارم چکاپ میکنم. خب اشکالی نداره، اونجا به نظر نمیرسه که اشکالی داشته باشه، ولی دو تا اتفاق عمده میفته. یک، بعضی آزمایشات میاد مثبت کاذب، هم تو نگران میشی هم من باید دارم آزمایش بعدی رو بدم، این یه هزینه به بار سلامت چیز میکنه و یه هزینه روحی به تو وارد میکنه. و دومی که بعضی وقتا اون مثبت کاذب رو درمان هم میکنیم به غلط، یعنی یه تستی هستش که خطا داره، ما درمان هم میکنیم، عوارض درمان هم بهش اضافه میشه. به خاطر همینی که تو پزشکی همیشه محتاطیم برای آزمایش دادن. پس این میشه برای چی؟ برای کمکاری تیروئید. موقعی که دارو میدیم تو کمکاری تیروئید، هر 4 تا 6 هفته در طی بارداری آزمایش میدیم و دوزمون رو زیاد میکنیم. 1. 2. اگر کسی تیروئیدش قبل از بارداری
کمکار بود و داشت دارو میخورد و تیرویدش تنظیم بود، بلا فاصله موقع که متوجه میشه تست باردارش مثبته، باید دوز داروشو حدوداً 30% زیاد کنه. یعنی اگر قرص 50 میخوره 2 قرص در هفته زیاد کنه، اگر قرص 100 میخوره 2 قرص در هفته داروشو باید زیاد کنه و به دکتر مراجعه بکنه. حالا چون دکتر قدرت داره، دکتر زنان، به خاطر همین ما زود باید دارو رو بدیم که اون کمکاری در طی بارداری تشدید نشه، به خاطر اینکه کمکاری که در طی بارداری، کمکاری که قبل از بارداری تنظیمه، بعد از بارداری به هم میخوره. یعنی 50% امکان داره که اون کمکاری تشدید بشه که با داروشو چیکار کنه. من خودم همین اتفاق برام افتاد. فقط یه سوال داشتم آقای دکتر، آزمایش میدن توی ایران تو پروسیجر بعد تشخیص بارداری تست مثبت، آیا یه آزمایش تیروئید میدن یا نه همون دارو فقط صرفا 30% بیشتر میکنن؟ نه، بلا فاصله اگر ما متوجه بشیم تست بارداری مثبت آزمایش میدیم، ولی منتظر جواب آزمایش نمیشیم. دارو رو شروع میکنیم تا جواب آزمایش بیاد، به خاطر اینکه اتفاقی نمیفته اگر ما 2 قرص در هفته به قول معروف زیاد کنیم. این محتاطانه تره. متوجه شدم. بعد دقیقا هم من همین آزمایش دارم، همین قرص هم منم دقیقا همین 30% افزایش پیدا کرد. درسته. این میشه واسه کمکاری. حالا اگر جزئیاتی بود شما بپرسید، من میگم. توی من یه نکته دیگه واسه همینجا بپرسم. در کل طول بارداری این همین مقدار میمونه یا بازم آزمایش لازمه داده بشه و ممکنه تغییر بکنه؟ چون من مثلا داشتم خودم میگفتم که از یه سنی خب خود جنین هم تیروئیدش به کار میفته و شاید مثلا دوز تغییر بکنه، یا نه این دیگه خیلی جزئیاته؟ نه، دوز تغییر میکنه در طی بارداری، به خصوص تا اواسط بارداری، به خصوص این دوز فزاینده خواهد بود به خاطر حجم جنین، به خاطر وزن مادر، به خاطر افزایش متابولیسم بدن و فاکتورهای دیگه، افزایش پروتئین بدن، دوز افزایش پیدا میکنه. به خاطر همینه که در طی بارداری آزمایش هر 4 تا 6 هفته است، به خاطر اینکه آره در غیر بارداری ما هر مثلا 6 ماه آزمایش میدیم، اگر دارو عوض نشه شاید سالی یه بار گفتیم آزمایش بدیم، ولی تو بارداری 4 تا 6 هفته است این افزایش دوز. امکان داره که بعد از مثلا 24 هفته افزایش دوز نخواد، مگر حدود 32 هفته، 30 تا 32 هفته که یه بار دیگه شاید یه افزایش دوزی به یک معنا بخواد. بنابراین تا آخر بارداری این تعدیل دوزه و افزایش دوزه ادامه پیدا میکنه. بعد از زایمان، چون بعضی وقتا ما دیگه تو اون اواخر مریض رو نمیبینیم، لزومی نداره مریض بیاد مراجعه کنه، حالا به خصوص تو شرایط کرونا که اصلا لازم نیست بیاد، بعد از زایمان میگیم دوزتو برگردون به دوز قبل از بارداری. اون دوزی که زیاد کردیم هست میشه، برمیگره به دوز قبل از بارداری و بعد یه آزمایش حدود 6 تا 8 هفته بعد انجام بدیم که دوباره دوزمون رو چیکار بکنیم، تنظیم بکنیم. خیلی ممنون. میشه واسه کمکاری. ببینید، بیشترین نگرانی مادر هوش است. درسته کمکاری میتونه روی زمان زایمان تاثیر بذاره، زایمان رو زودرس بکنه، به ندرت یه ذره فشار خون بده، و ولی نکته که الان خیلی باب شده اینه که روحوش بچه چقدر به یک معنا تاثیر میذاره و به خاطر همین حواستون باشه. در کمکاری خفیف تغییرات هوش یا قابل اغمازه یا اینقدر کمه که ما اینقدر سریع مریض رو درمان نمیکنیم، فرد رو درمان نمیکنیم. وگرنه اینجوری بود میگفتیم اگر بین 2.5 تا 10 قرار هوش بچه کم بشه، خب ما همه رو درمان کنیم، چون هوش چیز مهمیه. میخوام بگم تو این بازه ما خیلی شواهد متقن نداریم، بنابراین به نظر من نگرانی عمدتاً بیمورده که ما خودمون رو نگران کنیم. خودمون استرس در شرایط بارداری و به طور مزمن امکان داره که برای مادر جنین چی باشه، عوارض بیشتری به یک معنا داشته باشه. بعد در مورد خود این مبحث همون شد، ببخشید من. ببین این مبحث آره، ولی اگه سوالی بازم توی کمکاری تیروئید و بارداری وجود داره، بله، اونو بگید، چون من ذره نگران زمانم اون وقت هستم. خب بعد در مورد اینکه حالا کسانی که مسئله تیروئید ندارن مثلا، یعنی درمان نیستن و میخوان اقدام بکنن به بارداری، آیا این مهمه که آزمایش بدن؟ آیا یعنی کلا میخوام بپرسم که تیروئید کم کار داشتن، حالا